تو این درس هم باز ما خیلی سریع سه تا پلاگین دیگه ای که توی کار فوکوس استفاده شده رو هم میبینیم. X2 Pro از Final Cut برای شما خروجی میگیره یه XML برای Pro Tools. اصلا اسمش X2 Pro در واقع به این معنا که Final Cut X2 Pro Tools. و راستش اینجا حداقل میگن بهترین سلوشنه و خیلی ازش راضی هن و خیلی ازش تعریف میکنه. کار پلاگین دیگه که استفاده شده بود، اینو تهیه کننده ها خیلی دوست داشتن و خیلی باش حال میکردن، این چینج لیست ایکس هستش. این میاد برای شما تغییرات و تفاوت هایی که این پروژه با پروژه قبلی داشته رو ازشون یه گزارش تهیه میکنه و از اون یه اسپرچیت اکسل درست میکنه. به طور مثال فرض کنید شما تهیه کننده میاد سر تدوین میگه آقا اینو 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 این قرار تغییر بکنه، این یادداشت رو خودش تو اون اسپرچیت اکسل خودش مینویسه. شما موقعی که این کار رو انجام دادید دوباره خروجی میگیرید، اینو براش میفرستید، این دو تا رو هم مقایسه میکنه ببینه مثلا الان پروژه تو چه شرایطی، اون تغییرات چجوری انجام شده. الی آخر میاد این چیزا رو مقایسه میکنه، ورژن ها رو مقایسه میکنه با هم. مثلا فرض کنید شما تستمونی ورژن 1 رو با ورژن 2 مقایسه میکنه، تفاوت های اینا رو باز دوباره خروجی میگیره و یه سری چیزا. اینجوری که این برای گزارش دادن به تهیه کننده ها پلاگین بسیار خوبیه. این عنوان آخری هم که تو این درس با هم میبینیم XFX Handler، این تقریبا الان دیگه به هیچ دردی نمیخوره. این برای زمانی که Final Cut لایبرری نداشت و این پروژه چون 2 سال و خورده پیش کار شده، تقریبا اینه که حالا 2 سال تقریبا 1 سال و نیم تا 2 سال پیش اینه که این دیگه الان راستش به درد میخوره، ولی خب تو اون پروژه برای جابجا کردن تایملاین ها و پروژه ها بین چند تا دستگاه و فاینال کات های مختلف، مثلا اینکه چند نفر داشتن کار میکردن با هم روی پروژه، اون موقعی به درد میخورد، الان دیگه زیاد کاری نداره.